امسال این دومین باری است که دستاوردهای مهمی رو در سازمان جهاد و تحقیقات نیروی پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران مورد بهره برداری قرار می دهیم. چندین پروژه مهم و دستاورد مهم رو در دهم شهریور سال روز تشکیل نیروی پدافند هوایی در یک ماه قبل انجام دادیم و امروز هم انشاءالله تعالی توفیق داریم که سه دستاورد مهم دفاعی رو در سازمان تحقیقات نیروی پدافند هوایی به بهره برداری برسونیم و افتتاح کنیم. اولین سامانه‌ای که داریم سامانه شمس هستش، سامانه شبیه ساز ایرانی، سامانه راهبردی برد بلند هستش. عزیزان من استحضار دارن که برای ساخت یک شبیه ساز، حالا در هر رده‌ای که باشه، نیاز است که کاربران و نفراتی که میخوان این شبیه ساز رو بسازن باید اطلاعات خیلی دقیقی از خود سامانه داشته باشن. به تعبیری میتوانم بگویم که ساخت شبیه ساز شاید سخت‌تر باشد از خود ساخت خود سامانه. الحمدلله رب العالمین این توفیق رو در جهاد خودکفایی نیروی پدافند ما به دست آوردیم و توانستیم سامانه شبیه ساز، سامانه راهبردی برد بلند رو در خود این مرکز انجام بدهیم. خب سامانه راهبردی برد بلند میدونید وظیفش مقابله با موشک‌های بالستیک و بسیاری از پروازهای دیگه که براش در نظر گرفته شده میتونه با اونها مقابله بکنه. این در بحث سامانه شمس. دومین سامانه‌ای که خدمتتون هستیم سامانه رادار تاکتیکی و چابک هرمز هست که در برد متوسط هست، ولی با توجه به کارهای زیادی که روی این رادار ما انجام دادیم توانستیم که از هدفهای ارتفاع پست رو، ارتفاع کم رو بتوانیم با این رادار کشف بکنیم و سامانم 100% ایرانی، یک سامانه بسیار برای نفراتی که باش کار میکنن، برای نفرات تعمیر نگهداریش یک کار بسیار آسانیست. هیچ گلوگاهی نداریم چون که ساخته و پرداخته دست خود نفرات ما در جهاد خودکفایی نیرو هستش که الحمدلله رب العالمین در اصفهان هستش و الان با عزتون اون را هم افتتاح و رونمایی میکنیم. سومین پروژه و دستاوردی رو که به صورت داخلی، چون که دو بحث جنگ الکترونیک بود به خاطر رعایت بعضی از مسائل طبقه بندی و حیطه بندی، اون رو به صورت داخلی افتتاح کردیم. صلوات علی محمد صلی الله علیه و آله محمد آل محمد. سامانه‌های راهبردی برد بلند نیروی پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی. هدف از اجرای این پروژه افزایش سطح مهارت کارکنان عملیات با پیاده‌سازی انواع سناریوی رزمی در هر نقطه از ارتش جغرافیای میهن و از زمان ایران. نتایج اجرای این پروژه طراحی و پیاده‌سازی انواع سناریوی رزمی با تحلیل‌شناسی بروز و مدرن، استمرار فرآیند آموزش جهت کارکنان عملیاتی و ارزیابی مستمر و نمره‌دهی از دیگر مزایای اون. یکی از موشک‌ها آماده شده و الان چند تا لانچر داشتید توی شبیه ساز؟ الان با دو لانچر چهار انتخاب کردین. لانچر یک و دو انتخاب شده. دو لانچر که یه لانچر انتخاب کرد. یه لانچر که چهار تیر موشکش آمادگی داریم ما اینجا مشاهده می‌کنید. کانال شماره دو ما لانچر شماره یک آماده است قربان و موشک شماره دو. بله تخصیص کانال و پرتاب موشک صورت گرفت. سلام علیکم، وقت عالی بخیر، خدا قوت ان شاء الله تعالی. بفرمایید در خدمت شما هستیم. بسم الله الرحمن الرحیم. دفاع تعالی قوت الله العلی العظیم. بعد از سلام و احترام محضر امیر فخرالدین محترم ندیم دیر تا پنده هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران و با عرض تسلیت ایام دهه پایانی ماه سفر و گرامیداشت هفته بهای مقدس، از منطقه پدافند هوایی مرکزی شرکت اصفهانی ضمن کسب اجازه از محضر امدفاعی تا اهمیت بخشیدن به شعار مامی فهمی جهت رونمایی از پروژه هرمز، اجازه میخوام گزارش کوتاهی از اهداف ما
بله بفرمایید. حالات اجرای پروژه هرمز ارزایی و ساخت رادار مورد متوسط با توانایی اصطاقی اطلاعات سرعت فاصله اهد معماری با دقت بالا و ارسال با کیفیت اطلاعات مرکوزه به مرکز کنترل آفک سامانه موشک فرافند هوایی میباشد. در خصوص کاربرد محصول و نتایج حاصل از اجرای این پروژه باید به عرضه رسونم افزایش توان رسم سامانه موشکی، مداومت کاری بالا و کمترین زمان برای خند نگهداری، فرصت بالا در اندازه‌گیری سمت و ارتفاع اهداف هوایی و همچنین ارتفاع قدرت تفکیک اهداف، بهبود زاویه پوشش آنتن و سرعت آشکارسازی اهداف نسبت به رادارهای دیگر نام بود. در پایان عرایضم اطلاع دارم در صورت تلافی فرمان در مدار عملیاتی قرار گرفتن رادار مورد متوسط تفکیک هرمز را صادر فرمایید بله بسیار سپاسگزارم. با حول قوه الهی افتتاح بفرمایید پروژه رادار هرمز رو. صلوات بفرستید. بله در مدار قرار دهید. بله بسیار سپاسگزارم. الحمدلله رب العالمین. این نشان از قدرت پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران هستش که توانسته در همین یک سال اخیر و در یک ماه بتوانه دستاوردهای خیلی خوبی رو وارد مدار عملیاتی بکنه. التماس دارم.